سلام. سلام امیر جان، بیا تو. ممنون، ماشین پای منتظر، باید برم. خب حالا چرا با این عجله؟ عجلش یه تقصیر شماست. خودتون گفتین هر خبری پیدا کردی یه لحظه هم طولش ندیم و بیایم خدمتتون. خوش خبر باشی مرد. حالا این خبر تازه چی هست؟ بالاتر از خبر. جدی؟ بله. یعنی دفترچه رو پیدا کردی؟ بفهم. دست درد نکنه. چطوری پیداش کردی؟ قصهش مفصله، باید سر فرصت برای تعریف کنم. الان بچه ها منتظرن و باید برم. باشه یه وقت دیگه. آخه خب خدافظ. اینجوری که خیلی بد شد. خب یه دقیقه میمدی تو؟ قربانت، با آبجی فرداس هم سلام برسون. بزرگی تو میرسونم. خدافظ. به امان خدا. بفرمایید. اینم با یزید و جنید. کی همش تموم میشه؟ اینو بگو. خودت که میدونی یه کمی گرفتار بودم. قیمت کاغذ داره روز به روز میره بالاتر. خیلی دیر شده. خیلی خوب، سعی خودمو میکنم. به به، زیباست. دست استاد درد نکنه. در اوج کمال. کمال گفت در بغداد دزدی را آویخته بودند. جنید برفت و پای او را بوسه داد. از او سوال کردند. گفت هزار رحمت بر وی باد که در کار خیش مرد بوده است و آن کار را چنان به کمال رسانیده که سر در سر آن کرد. هنوز خیلی مونده تا کمال. پس تا سر ندی کمال حاصل نمیشه. نه. نگفتی استاد جواب این دوستمو چی بدم؟ بعد جور چشمش دنبال کتاب هست. بالاخره فروشنده هستی یا نه؟ حرف آخر رو میخوای؟ نه دیگه، به این راحتی مشتری گیرت نمیاد دیگه. پدریم گیر ما نمیاد که یه همچین ارث و میراثی بر ما بذاره. به جد و جهد چو کاری نمیرود از پیش، به کردگار رها کرده به مساله خیش. پس رها کن. چاره چیه؟
آیا می‌رسیم برای کسب درآمد بیشتر و شب مادرم ما مادرم فریاد زنم یاد می‌رسیم و قناه برو حسابی اما همسر خیاط زن هست چه معنا داره خدمت کار خونه صاف بوده باشه مارخ جان نمیخوای شام بچه ها رو بدی؟ اداره خوابشون میبرم گفتم صبر کن تا باباشون بیاد نمیدونم چرا دیر کرده دیر نکرده مادر تازه سر شبه هر شب دیرتر میمن آخه دیگه نمیره آموزشگاه گفته بود زود میاد برای بچه ها گناه دارن اگه خوابشون ببره شام دیگه بهشون مزه نمیده باشه مادر تونستی راه حلی پیدا کنی؟ نه اگه ضرب العجل نبود میشد یه کارش کرد ولی تا فردا باید اینا پول بریزن به حساب وگرنه خونه از دستشون میره همیشه همینطور بوده خبرها لحظه آخر به ما میرسه وقتی که هیچ فرصتی برای هیچ کاری نیست بچه‌م خواسته مراعات کنه میتونه دست بالمون خالیه محافظی میدونی چی به فکرم رسید؟ نه میگم این صندوقی که درست کردی برای تعمیر ساختمون حالا چقدر توشه؟ 7-8 سالی هست توش پول جمع میکنی نه؟ چی میشه مگه این پول بدیم به بچه ها کارشون راه بیفته؟ کسی که نمیفهمه سری امام میذاریم سر جاش 10 ساله بدونه که یک قرون پول بگیری داری این ساختمونه میچرخونی به گردن همشون حق داری دوستی که نمیخوای بکنی قرض الحسنه ور میداری میذاری عوضش این بچه ها رو از سرگردونی نجات میدی خدا راضی میشه که تو بتونی یه قدم براشون برداری قدمتو دریغ کنی من تا امروز هیچی ازت نخواستم از این به بعدم نمیخوام فقط این یه کار رو باید برای من بکنی محافظی الو، آموزشگاه شکوفه دانش؟ ببخشید، آقای سامی اونجا هستن، سیاوش سامی، معلم فیزیک چیشو؟ به هر کجا عقلم میرسید زنگ زدم شاید رفته خونه مادرش اگه میخواست بره حتما میگفت پس کجا گذاشته رفته؟ نمیدونم پا گیت شدم یه دلیل بیار که من در به هم زدن عروسی مقصرم فقط یه حادثه باعث شده سرنوشت من تو به اینجا بکشه حادثه ای که من هیچ نقشی توش نداشتم بیت
اعتراض من به این نیست که چرا اون شب رفتی بیمارستان. بریم آقا جون. صبر کنیم. منم میام. نه مادر، بچه ها ممکنه بیدار بشن. آخه میترسم بلایی سرش اومده باشه. به خدا توکل داشته باش، انشالله که طوری نیست. آقا شیر ما خبر میدیم، زود بر میگردیم. آره زود بر میگردیم. امید خدا. خدا بریم مادر. بریم آقا شیر. خیلی ممنون قربان، لطف کردی. اگر خبری گرفتیم فوراً کلانتری رو در جریان بگذاریم. بله حتما. خداحافظ شما. خداحافظ. چی شده؟ اتفاقی براش افتاده؟ شما به دلتون بد رو ندین حاج خانم، انشالله طوری نشد. من در خدمتم حاج خانم. ببخشید شما رو از خواب آروم انداخت. این حرفا چیش خانم؟ آقای محافظی پایینی. چشم. چطور اول بریم کلانتری؟ به کلانتری خبر دادیم، اونا الان دارن میگردن. به نظرم از بیمارستان شروع کنیم بهتره. باش. اون
سلام. ساعت 8 میدونم. نمیخوای بری سر کار؟ نه. پس صبونتو میارم اینجا. آقا جون کجاست؟ نمیدونم. صبح که خواب بودم رفته. دیشب تونستین خوب بخوابین؟ چجورم؟ اینقدر خسته بودم که بیهوش شده بودم. منم همینطور. پاشو صبونتو بخورو. پس چرا داری لباس میپوشی؟ مگه میخوای بری بیرون؟ آره. تو که گفتی نمیرم سر کار. میخوام برم تاوانی مسکن. تاوانی برای چی؟ که پولا رو پس بگیرم. خونه نمیخوام. آخه چرا؟ میخوام تو چادر زندگی بکنم. سرطان روح گرفتم. از خودم میترسم. از این دستام میترسم. هیچ معلوم هست چی داری میگی؟ از دستام میترسم یعنی چی؟ نزدیک بود با همین دستام برای خودم لعنت ابدی بخرم. نزدیک بود با سیاوش. چی کار میخوای بکنی؟ تو رو خدا خونه رو پس نده. سیاوش نه! چی شده؟ کجا رفت؟ چی شده؟ هیچ معلوم هست تو کجایی؟ بی خبری ها گذاشتی کجا رفتی؟ اینه بده به ماهرخ. چی هست؟ مال ماهرخه. درد نکنه مارخ جون. پاشو پاشو ببین آقا جون برات چی آورده. چیه؟ پاشو خوربونه برم دیگه گریه نکن. اون چیزی که از خدا میخواستی. پاشو پاشو ببین مادر بگیر. حالا وقت این کارا نیست مادر. بودو بودو دنبال سیاوش. چی شده؟ سیاوش رو ندیدی؟ چرا اصلا کوچه هست؟ سیاوش Thank you.
یک همومی من بسازم، چل ستون چل پنجره جانم، چل ستون چل پنجره کج کلا خان توش بشین. این آبا مال کجاست؟ اینجا موتور خونه است یا دریاچه گاب خونیه؟ به به، گل بود به چمن نیز آراسته شد. چیه؟ خبر بد هاچ خانوم، سلام علیکم. چی شد آقا شیر؟ این موتورخونه ور پکیده. آقای محافظی اگه هست بگو یه دقیقه بیاد پایین. آقا میگه هم دیگ ترکیده هم منبه دوجه داره سوراخ شده، مثل اینکه کمپلت باید دیگ عوض بشه. خرجش چقدر میشه؟ گفتم که این آشنا قیمتی که داده بد نیست، چیزی در حدود 150,000 تومان. 150,000 تومان؟ به نظر من که زیاد نیست، اگر بیشتر از این نشه محال کمتر از این بشه. هنوز که دست به کار نشدن؟ نه، فقط ورودی های آب و بس. با اجازتون بعد نیست من از یکی دو نفر دیگه هم قیمت بگیرم، بعد اون وقت تصمیم میگیرم. باشه، هر جور سلا بدونید. وضع صندوق چطوره؟ مشکل پولی که نداره؟ بعد نیست انشاءالله. پس من اینو ردش کنم بره. خیلی خرابه، به بار آورده. باید تعمیر اساسی بشه. میخوای تعمیرش کنی؟ خب معلومه. با کدوم پول؟ مگه پول صندوق ندادی به بچه‌ها؟ هاشمی لطفا بخش 4. سلام. سلام خانم. تبریک میگم. متشکرم خانم، خیلی متشکرم. خدا نگهدار. سلام.
سلام دکتر جان. سلام آقای رحیمی، حال شما چطوره؟ متشکرم. افتخار عروس خانم، مبارک باشه. ایشاله که خوشبخت بشید. هنوز نیومده کارو شروع کرد. بنده هم همینطور آماده برای کار. آقای دکتر جلالی به اونجاست؟ محتاجیم به دعا. چطوری احمدی؟ احمد رو با کن با من سبق میدی؟ فردا میریم ماموریت، میریم برای شناسایی، انشالله خط مقدم. یا علی، یا علی. تا حالا ما برای شناسایی نمیرفتیم؟ خب بالا میریم. میدونی تو خط چه خبره؟ میگن عراقی ها دارن یک نقل انتقال بزرگ انجام میدن. خب راحت بگو میترسم و نمیخوام بیام. چرا دوزای دیر میفته؟ دستشون رو درد نکنه. تو که میدونی من پس فردا باید تهران باشم. یک مجمع عمومیه، به خاطر نیست. ببین محمود، یا نباید میومدی اینجا، یا وقتی اومدی باید فکر کنی که پشت سرت هیچی نیست. اشتباهت همینه. درست به خاطر همه این چیزایی که پشت سرمونه اومدیم، به خاطر حفظ همه اونا. وظیفه‌مونه خودمونه واسه همه اونا حفظ کنیم. اینجا با آدمایی که به خاطر حفظ جون خودشون اومدن نیازی نداره. بهتر هرچه زودتر برگردی. برو به مجمع امید برس. خیلی بی‌انصافی. برای اینکه ثابت کنم به فکر جون خودم نیستم، فردا باهاتون میام. لازم نیست چیزی رو به من ثابت کنی. برو تکلیفت با خودت روشن کن.
میبینی محمود؟ میبینی خودش عقب نمیمونه؟ ببین چطوری داره میره جلو؟ اون وقت من رو چسبیدیم به زمین. برگردیم عقب. من نمیام، میخوام پیشش بمونم. کنده خراب، اگه اینجا تلف بشیم تمام اطلاعات اینجا دفت میشه. چرا نمیفهمی؟ تنها کشته شدن فضیلت نیست؟ در این موقعیت زنده موندن فضیلته. تو برو دنبال فضیلت خودت. چرا هرچی صدات میزنم جواب نمیدی؟ کجایی آخه؟ اقلا 1000 کیلومتر دورتر از اینجا. نمیخوای چیزی بخوری؟ شام خیلی وقت حاضره. دو سه خط دیگه بیشتر نمونده، الان میام. باش. عزیزم، مگه چمدون چقدر جا داره؟ تازه آدم واسه یه شب که عروسک نمیبره. فقط یه شب میمونیم؟ آره عزیزم. تو خدا زیاده اونیم، یه شب کمه. من میخوام با نینی خاله بازی کنم. نینی خاله که نمیتونه با شما بازی کنه، اون همش یه ماهشه. دور خدا اینا بذار تو چمدون، میخوام بدم به نینی خاله. بچه ها میشه لطفاً ساکت باشین؟ حواسم پرت میشه. نگفتم شلوغ نکنین. بریم تو اتاقتون براتون قصه بگم. بابا ببخشید، ما میریم تو اتاق درم میبندیم. معذرت میخوام، حسابام با هم نمیخونن، قاطی کردم. جانم؟ سلام مادر، حالتون چطوره؟ بابا چطوره؟ بد نیست، مثل همیشه. زنگ زدم که بگم فردا شب یه کمی زودتر بیام. قبل از اومدن سرهنگ اینجا باش. چیزایی که باید بهت بگم. سرهنگ برات نقشه های زیادی داره. مادر من از شما تعجب میکنم. همین پریشب به شما توضیح دادم که نمیتونم بیام. منم همون موقع بهت گفتم که نه و باید بیای. چرا موقعیت‌های استثنایی رو درک نمی‌کنی؟ اولا که من بدون اکرم هیچ جا نمیرم. دوما به شما توضیح دادم که فردا باید برم سفر. از یه هفته قبل برنامه ریزی کردم. تلفن کن مسافرتتو کنسل کن. زشت مادر. خواهر اکرم یه ماه زایده، هنوز نرفتیم دیدنش. زایده که زایده، نوبرشو که نیورده. مادر خواهش میکنم دوباره شروع نکن. اونا یک هفته است منتظرمونن، تهیه دیدن. یعنی به خاطر فامیلای زنت نمیخوای تو مهمونی من شرکت کنی؟ باز که اره بگیر تیشه بده شروع شد. من همه اینا رو از چشم اکرم میبینم. مادر شما اشتباه میکنی، اشتباه میکنی. نیومدنت معنیش اینه که بین من و زنت یکی رو انتخاب میکنی. فردا شب اگر اومدی که فبها، اگه نیومدی دیگه اسم منو نیار. تو چرا از دعوتش عصبانی میشی؟ حتما یک کاری داشته که اینقدر زنگ زده. میخوای با خواهرم تماس بگیرم بگم یک کاری برامون پیش اومده نمیتونیم بریم؟
اصلا حالا که نرفتن من معنیش انتخاب زنمه، پس بذار یه دفعه دیگه انتخابش کنم. رفته بودی خونه آبجی دیر کردی؟ سر برج بود دیگه. میخوام ببینم این دوماد گردن کلفت شما اینقدر پول نداره که یه کف دست نون بذاره جلوی اون پیرمرده. مگه اون چقدر میخوره؟ بابا پس من پسر گردن کلفتش چی کارم؟ همه یه گرفتاری ها و دردسرهای بابامون که گردن آبجی مونه. اگر من این 2000 قرونم ندم، پس چه پدری چه پسری؟ فردا اگر من افتادم، ذلیل شدم، علیل شدم، زمین گیر شدم، مسعود جور منو نمیکشه؟ نه. عجب پسر بی چشمی روی هستی. مگه چی کار کردی واسم که جورتم بکشم؟ الله اکبر. یه سر تو رود میشه با بابات اینجوری حرف بزنی؟ مگه ازت رو دعواسی دارم؟ آدم تا 4 ستون بدنش سالمه باید در بیاره واسه روز مبادا. چطوری؟ پول باز در بیاد. تو به چطوریش چی کار داری؟ لا اله الا الله. باز داری اون رو من بالا میاری آه پسر. اون پولی که بالاش عرق نریختی به خدا یه روز اون ناق میشه و بیخ گلوت گیر میکنه. به همین خیال باش. 100 دفعه بهت گفتم ول کن اون دکونو. دیست که کمر گرفتی. آخه تو کی میخوای پیچ صفر کنی و نمیدونم چخ وا کنی؟ یه کاری کن که بی درد سر پول در بیاد. اینطوری هلو برو تو گلو. خیلی باحال شد. آخه فردا مسابقه است. تو نمیخواد قصه همه عالم و آدمو بخوری. میخوام ببینم کارمند هر روز یه ماشین سواره. با همین ماشینش 1000 تا کارمندو میخره و میفروشه. همه مثل تو ساده نیستن که مداخل دارن. خدایا پناه میبرم به تو. خسته نباشی پهلوون. 13 14 13. اینقدر غیر قنبیل نیا، بیا چایی دم کردم. الان دارم میام. 1 2 3 1 1 2 3 2 1 2. سلام. سلام، صبح خیر. بفرما ورزش؟ قربانت، تا مدرسه باید دنبال تاکسی بود دارم. موفق باشی.